پیش خدمت. نوشیدنی با دو تکه یخ برای خانوم و نوشیدنی پرتقالی با آب میوه غنی شده برای آقا. رنوس، برات یه شرط بندی مطمئن دارم. رو سائقه؟ سائقه رو که بیرون انداختم. چرا؟ مستون بود. سائقه واقعا بی‌نظیرترین بود. دیگه کسی مثل سائقه وجود نداره. بیشتر این فعالیت ذهنی قماربازه تو قسمت مخطط شکمی مغزشونه. همینطور هم تو بطن جانبی مغز. خب الان منظورت از این حرفا چی بود؟ اون قسمت از مغز محرکای لحظه آدم رو کنترل میکنه. به خاطر همینه که به من میگن سائقه ایرانوس. سائقه همیشه برنده است. اگه میخوای برنده بشی کافیه از من بپرسی. وقتی شلوارت اتو میزنی بهش چینم میدی؟ این یعنی چی؟ وقتی اتو میزنی رو شلوارت ختم میندازی؟ آره، چطور؟ چون دوامی نداره. اگه میخوای موندگار باشه، قبل از اتو زدن لای چین خطها رو پارافین بزن، یادت باشه. بزن تا نتیجهشو ببینی. Thank you.
سلام مینا. سلام. ببخشید. همه چی داغونه. چرا؟ چه مشکلی پیش اومده؟ همه چی مشکله. هیچ جایی نمیتونم پیداش کنم. جواب تلفنم هم نمیده. اون غیبش زده. صبور باش فقط. لعنت بهش رفته دیگه. همه چی تموم شده. لعنتی. اینجوری به نظر میاد. اینجوری به نظر میاد؟ زندگی همیشه همینجوریه.
وقتتون بخیر. وقت بخیر. پاولا رو ندیدی؟ پاولا؟ چند ساله که ندیدمش. چی میل دارید؟ همون همیشگی. یه نوشیدنی معمولی با یه تکه یخ. میدونی پاولا، یه آبادی وسط کویر بود، هیچ کس منو نمیفهمه. رنوس همون زنی بود که هر مردی دلش میخواد. تو تا حالا واقعا کسی رو دوست داشتی؟ آره. چی شد؟ هیچ وقت اون مردی نشدم که اون میخواست باشم. متاسفم که اینجوری شده. خدا به چنین روزی اصلا شانس ندارم. چی شده؟ پامو گذاشتم رو آدامز. فوتوفن نظافت. رناس، تو پیش خدمت بودن دوست داری؟ شغلم همینه. من یه پیش خدمتم. همه زندگیم هم همین بوده.
منظورت اینه کار دیگه ای بلد نیستی؟ من همچین حرفی نزدم. فعلا که اینجام با عنوان یه پیش خدمت حرفه‌ای. پودوفیلیوم پوتوس، این مدل گیاهان خونگی هوا رو تصفیه و تمیز میکنن. برگ اونا صدا رو جذب میکنه. پوتوس طلایی که به نام پیچک شیطان نیز شناخته میشود، اصالتاً از جنوب شرقی آسیا و جزایر سلیمان هستند. یکی از ساده ترین گیاهان برای پرورش در آپارتمان. همچنین پوتوس ها مواد مضر تو هوا رو نیز جذب میکنن. اونا به راحتی رشد میکنن و هوای محیط خونه رو تمیز میکنن. نوشیدنی با دو تکه یخ. نوشیدنی پرتغالی با آب میوه غنی شده. رو جدایشون شرط ببندی؟ سر 20 یورو. نه یعنی چی؟ شرط نمی‌بندم. Thank you.
عصر بخیر. عصر بخیر. میلان اسباب کشی کرده؟ میشناسیش؟ نه زیاد. گاهی این اطراف میبینمش. رفته مسافرت یه جای دور. اومدم به گربش غذا بدم.
بعد موقعی که مزاحم نشدم؟ نه. مسکن داری؟ لگنم که درد میکنه به سختی میتونم راه برم. چند لحظه صف کن. یکم آب میدی لطفاً. ممنونم. تو نقاش هستی؟ برای سرگرمی میکشم. منم دوست دارم آشپزی کنم. گوش دوست داری؟ دوست دارم. میخوام غذای فرانسوی درست کنم. فردا برگشت شام بیا. چیزی امتحان میکنی که هرگز تجربهش نکردی. دست پختم خیلی خوبه. اصلا شک نکن. منتظرتم. بابت مسکن ممنونم.
نمیای؟ منتظرم. فکر نکنم بتونم. بی خیال، سخت نگیر، بیا. بیا. این گوشت چیه؟ گوشت گاو. چطوری هست؟ خوشمزه هست؟ طعم عجیبی داره. دقیقا. غذای اصلی رو بیارم؟ خوراک گوشت بورگینیان 600 تمام پخته. این روش خیلی وقت گیره، ولی وقتی امتحانش کنی عاشقش میشی. اینم آخرین ادویه‌هاش. نوش جان، کجا کار میکنی؟ پیش خدمت هستم. پس همهش سر پا هستی. عادت کردم، چندین سالی که کارم همینه. تو چی کار میکنی؟ کارهای مختلف، واردات، صادرات. با میلان کار میکردم. کار میکردی؟ هنوزم کار میکنم، فعلاً که رفته مسافرت یه جای دور. خوشت اومد؟ واقعاً خوشمزه است. آشپز خوبی هستی. خب، وقت سیگاره. ممکنه یه نخم به من بدی؟ خیلی سنگینه. بریم بیرون؟
نمیتونم، باید لباسم رو اتو بزنم. ولش کن، اتو بمونه برای فردا. بی خیال، بیا بریم، پشیمون نمیشی. بیا بریم. اسب خیلی جینا. جینا این روسه. روس؟ ایشون هم جینا است. عصر بخیر. عصر بخیر. قبلا هم دیگر رو دیدین؟ نه. قرار خوش بگذرونیم. دنبالم بیا. سال هست که آزارم میده. شبا توی تخت درد غیر قابل تحملی داره. تنها جایی که آرامش میگیرم اینجاست. یه سیگار میدی؟ چه خبر؟ مشکلی پیش اومده؟ آره، یه مشکلی پیش اومده. انگار یه چیزی اذیتت میکنه. آره، یه چیزی اذیتم. میخوای به من بگی؟ چطوری بگم؟ میتونیم در موردش حرف بزنیم. من دیگه باید برم. میخوام از اینجا برم. چرا میخوای از اینجا بری؟ اینجا هیچی ندارم. نه زنی، نه بچه، نه سگی، نه گربه. خوشم نمیاد از اینجا. ای رنوس، تو اصلا حوصله رفتن داری؟ حس نمی کنی داری غرق میشی؟ آره، ولی هنوز دلیل کافی نیست. تنها چیزی که میخواد تصمیمه. همش تو ذهن آدمه. هر جا بری همینه. چرا خو؟ چون هر جا بری خودتم میبری. امشب جشن گرفتیم. بیا با ما خوش بگذرون.
راحت باش، بشین. منم میرم غذای مخصوص همو بیارم. میلانو میشناسی؟ گاهی تو خوشرویی میدیدمش. چند وقته که ندیدمش. غذا آماده است. چطور به نظر میاد؟ سلامتی هممون. بهش نگی همدیگر رو دیدیم.
نگران نباش، چیزی نمیگم. سکسکی کردی. سکسکی یه ساختار پیچیده داره. همه چیز از یه انقباض غیر ارادی تو عضلات دستگاه تنفسی شروع میشه. یه واکنش غیر ارادی با محرکای خاصی تحریک میشه. حتی ممکنه با یه فشار عاطفی هم تحریک بشه. آدم سننایی میخواه؟ همیشه اینقدر آرومی؟ مطمئن نیستم. شاید آروم به نظر میرسم. تا حالا ترسیدی؟ ترسیدم. ولی ترس اراده رو مختل میکنه. یه نون خامه ای رنوس، یه مردی میخواد تو رو ببینه، اونی که بهش پوشیده. میگه میخواد تو رو ببینه. عصر بخیر. جای قشنگی کار میکنی. یکی از قدیمی ترین شیرنی فروشی های آتن، با کلاس و شیک. و این نون خامه ای مخصوص همینجاست. همه چیزش همینجا ساخته میشه. رازش تو شیرینی چوکسه با شکلات غلیظ گاناش که ولرم سرو میشه. فردا یه سفر یه روزه میرم. تا میای؟ میخوایم بریم یه جای خیلی خاص. اون دوست خانوممونم میاد. تو ازش خیلی خوشت اومده. اینطور نیست؟ شرمنده. باید برگردم سر کارم. اشکالی نداره. شده. مشکلی پیش اومده؟ نه.
نقاشی کشیدن رو دوست داری؟ آره دوست دارم، به ام آرامش میده. طبیعت باعث میشه خودم رو فراموش کنم. طبیعت ریتم خودشو داره. طبیعت هیچ عجله‌ای نداره و هر چیزی به موقعش انجام میشه. لاوتسه. تیکه تیکه کردن یه نفر باید کار سختی باشه. تلاش زیادی میخواد. ابزار برنده لازم داره. باید خیلی تیز باشه. اول خفش کردی یا بهش چاقو زدی؟ اول لختش کردی؟ یا بعدن لباسشو پاره کردی؟ بهترین راه تخلیه خون از تمام بدن اینه. در امتداد رگای اصلی برشای افقی بزنی. بوی شدیدی هم داره. از اره استفاده کردی؟
وقتی جنازه زیر آب باشه باد میکنه. وقت میاد رو آب و شناور میشه. برای نگه داشتنش زیر آب سه برابر خودش وزن لازم داره. تنها هستی؟ آره رنوس، تنها. این دفعه یه نوشیدنی سنگین برای خودم میخوام رنوس. چشم قربان. چی شده؟ یونیفورم ها عوض کردی؟ یه قسکی پوشیدی؟ چی شده؟ ما قدیما تو مدرسه یقه اسکی می پوشیدیم.
معلومه برای قایم کردن جای رد شیطنته، درست میگن؟ خواستم ببینم حالت چطوره. خوبم. تو چطوری؟ بیه تو. میخوای ژاکت تو آویزون کنم؟ نوشیدنی ساده میل داری؟ آره. ساده باشه؟ رنوس، من میخوام به زودی از اینجا برم. بعد از این اتفاقات دیگه نمیتونم اینجا بمونم. ولی دوست دارم دوباره ببینمت. منم همینطور. دلم میخواد دوباره ببینمت. ولی من هیچ وقت از هیچ کسی توقعی ندارم شینا. اشکالی
اسمم رو صدا کردی. برای اولین بار. پرتقال وقتی تلخ باشه بهتره. خیلی خوشبوه. فردا صبح از مرز رد میشیم. ببخشید. بله. توالت کجاست؟ بیرون سمت راست.
من ایرینو کالدیس هستم. تو خیابون آناتولیسکی رومالیا زندگی میکنم. خاصیت شناوری: به جسم قوطه‌ور توی آب نیرو وارد میکنه و اونو به سمت بالا هدایت میکنه و با نیروی وزن مقابله میکنه. وقتی جنازه زیر آب باشه باد میکنه، به سطح آب میاد و شناور میشه. برای نگه داشتنش زیر آب به سه برابر خودش وزن احتیاج داره.